بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. با سلام و تحیات خدمت شما برادران و خواهران گرانقدر، در گفتار قبل سخنان مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام را در زمینه وظایف اصلی فرمانروایان بیان کردیم که آن حضرت صحابی خود را به این موارد توصیه می فرمود: وظیفه اول سامان دادن به امور اقتصادی و تدوین برنامه دخل و خرج حکومت و نظام مالیاتی، وظیفه دوم طراحی سازمان دفاعی کشور و مبارزه همه‌جانبه با دشمنان، وظیفه سوم رسیدگی به امور مردم و طراحی نظام دادرسی عادلانه برای خدمت به ملت، وظیفه پنجم تلاش در جهت عمران و آبادانی کشور. در این گفتار سومین فراز از سخنان امام علی علیه السلام را در نامه خود به مالک اشتر پیرامون درس عبرت گرفتن از پیشینیان که به این شرح بیان می‌فرماید توضیح خواهیم داد. ثم اعلم يا مالك اني قد وجهتك الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور وان الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولاة قبلك ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم إنما يستدل على الصالحين بما يجري الله سبحانه وتعالى لهم على ألسن عباده فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح فاملك هواك وشح نفسك عما لا يحل لك فإن الشح بالنفس الانصاف منها فیما احببت و کرهت. یعنی بدان ای مالک، من تو را به سوی کشوری فرستادم که پیش از تو دولتهای دادگر یا ستمگری بر آن حکومت راندند و مردم در کارهای تو چنان می نگرند که تو در کارهای حاکمان پیش از خود می نگری و در باره تو آن می گویند که تو نسبت به زمامداران پیشین سخن می رانی و همانا نیکوکاران را به نام نیکی توان شناخت که خدا از آنان بر زبان بندگانش جاری ساخته است. پس بهترین اندوخته تو باید ذخیره عمل صالح باشد. هوای نفس خود را در اختیار خیش بگیر و از آنچه حلال نیست خیشتنداری کن، زیرا جلوگیری از نفس خیش آن است که در آنچه دوست داری یا برای تو ناخوشایند است راه انصاف را بپیمایی. اما شرح این فراز: پند گرفتن از احوال گذشتگان یکی از گویاترین و مؤثرترین روش‌های خودسازی و تربیت نفس است. قرآن مجید در بسیاری از آیات شریفه خود مردم را به عبرت گرفتن از پیشینیان فرا می‌خواند و چنین می فرماید: افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ولدار الاخرة خیر للذین اتقوا
افلا تعقلون. سوره مبارکه یوسف آیه 109. یعنی آیا در سرزمین سیر نمی کنند تا سرانجام پیشینیان خود را بنگرند؟ همانا سرای آخرت برای پرهیزکاران بهتر است، آیا نمی اندیشند؟ در جای دیگر عبرت گرفتن از دیگران را قرآن مجید مایه بالا رفتن سطح اندیشه و آگاهی انسانها دانسته و چنین می فرماید: افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. سوره مبارکه حج آیه 46. یعنی آیا در زمین سیر نمی کنند تا دلهایی داشته باشند که با آن بیندیشند و گوشهایی داشته باشند تا با آن بشنوند؟ همچنین قرآن کریم به منظور پیشگیری از غرور و تکبر قدرتمندان داستان عبرت آموز مستکبران گذشته را که به سزای اعمال ظالمانه خود رسیدند بیان می فرماید و هدف از آن را در آیه ذیل درس گرفتن و پند آموختن خردمندان معرفی می کند. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. سوره مبارکه حشر آیه دوم. یعنی اوست خداوندی که کافران اهل کتاب را برای اولین بار همگی آنان را از دیارشان بیرون راند و شما هرگز گمان نمی بردید که آنها خارج گردند و آنان نیز فکر می کردن که قلعه های مستحکم ایشان را از خدا در امان خواهد داشت. پس خداوند از طریقی که گمان نمی کردن به سراغ آنان آمد و ترس را در دلهای آنان افکند تا آنها با دست خود و دستان مؤمنان خانه های خیش را ویران ساختند. پس درس عبرت بیاموزید ای صاحبان بصیرت. بر این اساس امام علی علیه السلام برای پیشگیری از غرور قدرت و ریاست مالک اشتر را به عبرت آموختن از سلاطین و فرمان روایان پیشین مانند فرائنه که بر مصر حکومت کرده و سپس از این جهان رخت بر بستند فرا می خواند تا او را از آفت عجب و خودپسندی و مغرور شدن به ریاست چند روزه دنیا برحذر دارد. همچنین از وی می خواهد تا نام نیک خود را بر جای گذارد و به جای زرندوزی به ذخیره کردن عمل صالح که خدمت به مردم نیز مصداق بارز آن است همت گمارد. به قول خاقانی: هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان. هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان. ایوان مدائن را آیینه عبرت دان. یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. تا سلسله ایوان بکس است مدائن را، در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان. دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنوز بن دندان. آری چه عجب داری کن در چمن گیتی، جغد است پی بلبل نوحه است پی الحان. این است همان ایوان
که از نقش رخ مردم خاک در او بودی دیوار نگارستان. این است همان درگه او راز شهان بودی دیلم ملک بابل هندو شه ترکستان. گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک زیشان شکم خاک هست آبستن جاویدان. خون دل شیرین است آن می که دهد رزبان زاب و گل پرویز است آن خم که نهد دهقان. در پناه حضرت حق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.